من ملقا ملا دکترای روانشناسی دارم از سوربن فرانسه، مؤسس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست هستم که از سال 72 شروع کردم و در حقیقت با تلاش فراوان در سومین روز ده سه هفتاد و چهار به ثبت رسوندیم. راستی سه نمونه گفتم، ببخشید. من خودم رو معرفی کنم، محلقا ملا، 91 ساله، همین روزا 92 ساله میشه، مؤسس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست هستم و مدت هاست که ما رو مدیر عامل معرفی میکنن. در یک طویله‌ای تو جنگلای شاهرود دنیا اومدم. زندگی من میشه یه قرنی. یه کاری کردیم که مثلا فکر کنی در طی 25 سال جمعیت ایران رو که 35 میلیون در سال 1356 بوده، یه دفعه کردیم 70 میلیون. زن در این گردونه اصل، هم در آلودگی محیط زیست و هم در نجات طبیعت. منم مربی که یه انسان و تالی تربیت میکنم، منم که زباله‌مو میدم دست بچه‌م، میگم برو بنداز توی رودخونه و رودخونه رو آلوده میکنم، منم که میگم آب مقدسه و آلوده کردنش جرم نابخشودنی داره، منم که تا میتونم آب رو آلوده میکنم. خیلی غم انگیزه. ما داریم طبیعت رو نابود میکنیم و وقتی بگردیم عقب عامل اصلی، میبینم این من هستم که عامل اصلی هم، یعنی زن. این عکس در حدود بیش از 80 سال پیش برداشته شده. عکاس عموی بزرگ خانواده وزیری بود که عکاس دربار قاجاریه بود. این سمت راستی این خانم معلقا ملا هست که اون وقت خودشون میگن 14 سالم بود ولی به نظر من 17 ساله می. پهلوش یه آقای استاده، اون آقای بزرگ علوی نویسنده است. بقیه اینا خانواده وزیری هستن، یعنی آقای کلنل وزیری، سرهنگ علی کلنل اینه. بقیه هم دیگه زن امو و زن دایی و اینا هست. مادر بزرگ من اسمش بی بی خانم استرابادی بود، ولی معتقد بود که باید حتما زنها در جامعه رشد بکنن. تصمیم گرفت که مدرسه دخترانه باز کنه، مدرسه دوشیزگان. وقتی که مدرسه دوشیزگان شد، آقای شیخ فضل‌الله نوری، حالا نمیدونم اینو میخوای بگی یا نگیر، به اون مربوط نیست جان. بله، یکی از علما بالای منبر در حضرت عبدالعظیم میگه وای بر اون مملکتی که مدرسه دوشیزگان داشته باشه. دوشیزه شهوت انگیز است. بسیاری از مسئولین برای مشارکت در حفظ محیط زیست طوری آری میگویند که صدای نه به گوش میرسد. به همین دلیل فعالان حفظ محیط زیست همیشه کمتر از کسانی هستند که آن را تخریب میکنند. آنها امیدوارند با کمک مسئولین موفق شوند در جلسات ماهانه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، مردم عادی را به مشارکت در فعالیت خود تشویق کنند. اگر قوانین متناسب اجرا بشه، اگر نیست قوانین تصویب میشه. سال 72 دیگه دیدم اگر شروع نکنم خیانت، احساس خیانت میکردم. به وزیر نامه نوشتیم، وزیر آموزش پرورش، که چشم و چراغ تمام دنیا به بچه و نوجوان و جوانه.
که اینا باید طبیعت رو نجات بدن. من تقاضام اینه که شما اجازه بدید که معلم‌ها را آموزش بدیم و ایجاد انجمن دوستان زمین در مرسی بکنیم. 7-8-10 جلسه تشکیل شد برای اینکه ما نشستیم و گفتیم که چرا باید اول معلم آموزش ببینه. بعد از که آموزش دادن و یه مقدار اینا متوجه شدن مسئله چی هست، حاضر شدن که مسئله محیط زیست رو تو کتاب‌های درسی بیارن، که بعضی قسمت‌های کتاب الان شما برین بگیرین ورق بزنین راجع به محیط زیست در کتاب هست. به این مناسبت کتاب اول و دوم و سوم و چهارم که عوض شده بود، در اون سال فوری مسائل محیط زیست اومد توش. توی کودکستان ها هم الان عمل میشه، یعنی به بچه ها یاد میدن که گیاه چی هست فلان. وزارت آموزش پرورش یک محیط دربسته بسیار بسیار محدودیه که بتونی یه مسئله جدید رو واردش کنی جیگرت بالا میاد. منتها نبود انتظار داشت در یک جایی که اینرسیش فوق‌العاده است خیلی سریع پیش بره. اینرسی یعنی کندی در مقابل چیز تازه. گودالی 50 سان در 1.5 متر در 70 سان ما زباله تر سالمون رو اینجا تبدیل میکنیم به کود، زباله خشکمون هم میدیم بیرون. رفتی همه رو لگت مال کرد. به مرسی، متشکرم. جمعیت از اول که میخواست تشکیل بشه با یاری من تشکیل شد. یکی از این خانوما منم. ریشه دهقانی دارم، هرگز کار کشاورزی را دست ندارم و معتقدم که کشاورز شریفترین مرد روزگاره. تمام عشقهای من و زنم یکیه. من بیابونی همونم بیابونی، من طبیعت دوستم همونم طبیعت دوستم، من عاشق مردم همونم عاشق مردم. لغا جان، لغا جان، بیا بیا روی ایوون. شما بو میشنوید؟ من که هیچ بو نمیشنم. یک سالی است که شهرداری تهران طرح جمع‌آوری و بازیافت زباله خشک از خانه‌ها را به مرحله اجرا درآورده است. چه کسی باور می‌کرد که ایده اولیه این طرح و حتی انتخاب موسیقی ماشین‌های جمع‌آوری زباله نیز با پیشنهاد و پیگیری مستمر این دو شکل گرفته باشد؟
کیسه زباله‌ای رو که ما داریم دم در خونه میذاریم میان میبرن، آماری که سازمان بازیافت داده مال ما فقط تهرون برای مناطق یه ذره ثروتمند 1 کیلو سرانه است و برای مناطق یه ذره ثروتشون کمتر باشه 750 گرمه. ببینید چه فاجعه ایه. از بچه ها اعضای اصلی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست هر سه‌شنبه گرد هم می آیند تا شاید با بررسی آخرین مقالات نشریه نشنال جغرافی به ایده های مشترکی برای نجات طبیعت و حفظ کره زمین دست پیدا کنند. همینطوری داره میره بالا، یعنی یه سری پایین بالا شده ولی الان دیگه اصلا پایین نیمده، چون مقاله هم که زیاد داریم. ما میتونیم اصلا فرصت بدیم به گیاه ها که بیانی همچین کاری بکنن، اصلا ما فرصت نمیدیم دیگه. اینقدر مصرف بالاست، اینقدر فشار به طبیعت زیاده. فرهنگیختن چرخه کربن در بسیاری از موارد بستگی به این دارد که مقدار قابل توجهی از کربنی که بایستی از جو بیرون بیاید و در جنگل ها، اقیانوس ها، منابع زیرزمینی مانند زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت انباشته شود، از این منابع استخراج و آزاد می شود. ترسیم نمودار شکل مقابل توسط دانشمندان انجام داد که همین این شکل رو کشیده، همینطوری داره میره بالا. درصد کربن توی الماس 100%، گرانیت 100%، زغال معمولی 92%، نفت 86%، چوب 50%، پی وی سی 38%، بدن انسان 18%، سنگ آهک 12%، خاک زراعی 1.2%، فولاد 0.2 تا 1.5%، هوا 0.15%، آب دریا 25%، گرانیت 100%، زغال معمولی 92%، نفت 86%. در فعالیتمون تقسیم کار کردیم، یعنی کار رو به کمیته های مختلف تقسیم کردیم که 7-8 کمیته داریم که الان بروشور ما زیر شماست. کمیته انتشارات داریم، کمیته روابط عمومی داریم، کمیته آموزش داریم، کمیته سوانه غیر مترقبه داریم، کمیته حقوقی داریم و کمیته مبارزه با سیگار داریم. انواع اقسام کمیته ها رو ما تشکیل دادیم اونچرا که توانمون هست. سلام جیگر جان، مامان چطوره؟ مرسی. میاد گرد همایی ماهیانه اونه دیگه دانشگاه. فدای تو خدا بزید. 8 6 6 6. الو خدیجا، خانم مقدم شبه گرفتم. الو سلام خدیجا، خواب بودی؟ مام جو میه دانشکده دیگه.
زندگی در هم بر هم برای که مسافرین فردا همه چی به هم ریختم. الان هم باید بریم به گرد همایی جمعیت ساعت 4 تا 6 اونجا هستیم، بعد فردا صبح زود هم باید راه بیفتیم بریم برای سفر. من کیسم رو بردارم. ساکتون رو برداشتین؟ خب اگه ساکتون رو برداشتین بذاری من این چیز رو بندازم تو ساکت شما. مادره یه خودکار بر من بذار. بله آدم اومده. ده دقیقه مونده. چهار؟ بس. وظیفه همه ما به خصوص جمعیت زنان برای حفظ بیشتر از محیط زیست در واقع اون زنان. این اجتماع کوچک خیالی بزرگ در سر دارد. آنها می‌خواهند با همین جمع اندک با تهدید نابودی طبیعت مبارزه کنند و محیط زندگی انسانها را همچون باغ کوچک خود قابل زیست کنند. حتی اگر در این جلسه ماهیانه بسیاری از صندلی‌های این جمع کوچک و نگران خالی بماند. این درخت گردو که ملاحظه کنید یک گردوی بود که ما تو اون خونه که میدونید خیلی ازش خوشم میومد. درخت شدبین رفته بود یک گردوش مونده بود. من این گردو اینجا کاشتم شده این درخت. درخت تکثیر کردم. یه چند تاش مونده یه مقداری هم دادم به دوستان برای که علاقه دارم من به این کار. کارای ما تمومی هم نداره. ما درسته که 91 سال داریم ولی معتقد هستیم که تا آخرین لحظه حیاتمون باید سرپا باشیم و خدمت کنیم. ایستاده بمیریم مثل سرو، نه اینکه تو رخت خواب. ولی در طی این سالیان با تمام تلاشایی که کردم یک یار داشتم که 50 سال، بیش از 50 سال که دست در دست من داده و من هر کاری رو خواستم انجام بدم اومده با من بوده و در این راه هم تمام وقت با من بوده. تمام وقت با من بوده. هر کاری که خواستم بکنم در کنار من بوده. من قرار نباشم.